خیلی خیلی ممنون. به نام خداوند عرض سلام میکنم خدمت همه دوستان گرامی. اولا سپاسگزارم از معرفی کریمانه شما، خیلی متشکرم. خیلی خوشحالم از اینکه در جمع مهربانانه شما هستم. ممنونم از اینکه بنده رو دعوت کردیم. به قطع این فرصت رو غنیمت میشمارم و امیدوارم که در وقتی که پیش شما هستم بتونم دست کم نکاتی رو طرح بکنم که فرصت شما رو ضایع نکنم و احیانا به گوش و احیانا هوش شما سخنان من خوش بنشینه. عنوان سخن من درباره الهیات استعاری است. همانطور که مستحضرید درباره دو امر صحبت خواهم کرد، لاجرم، یکی درباره الهیات و یکی درباره استعاره. و البته طبیعی است که باید ترکیب این دو را هم مشخص بکنم و عنوان کنم که مقصود من از ترکیب این دو مفهوم به غایت سترک و فربه چید. اما قبل از اینکه وارد بحث خودم بشم، قبل از اینکه وارد توضیحات خودم بشم، مایلم که خیلی کوتاه عنوان کنم که اصلاً و اساساً ادعای من و ایده من در این سخنان چیست. خیلی کوتاه، یعنی اگر شما باقی سخنان بنده را هم گوش نکنید، اگر همین این چند دقیقه نخست سخن بنده را گوش کنید، مطمئناً به مدعای بنده پی خواهید برد. من تلاش میکنم در ادامه سخنم به اصطلاح استدلال کنم و بحث بکنم. ببینید، از اینجا من آغاز میکنم که عموم ما، خصوصا کسانی که در این جمع حاضرند، لاجرم با این حدیثی که بلخص در جوامع شیعی حدیث کم و بیش مهمی برخورد کرده اند. حدیثی که منقول است هم از پیامبر اسلام آمده است، هم نسبت داده اند به حضرت علی. و آن حدیث هم این است که من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کس که خدای خود را بشناسد، هر کس که خودش را بشناسد، خدای خود را خواهد شناخت. حدیث کم و بیش معروفی است، عرض کردم، در جوامع شیعی بالاخص. حدیثی است که در واقع نقل محافل است و احیانا بحث و فصل مفصلی هم شده است، بحث و فصل فلسفی شده است، هم بحث‌های الهیاتی و کلامی، که البته من از همه اون بحث‌ها پرهیز خواهم کرد و اتفاقا اصلا مد نظر من نیست. فقط در درج کلام باید عرض بکنم که این احادیث، این حدیث مهم و روایتی که عرض کردم، برای مثال در آثار ملا صدرا آمده است، در کتاب شواهد ربوبیه آمده است، عنوان شده است که این حدیث یکی از استدلال‌ها و اثبات‌های مهم برای وجود خداوند است بعد از برهان صدیقین. بعضی آورده اند، بعضی از متکلمین آورده اند که این حدیث میتواند به این معنا باشد که ما آدمیان در واقع رقیقه‌ای هستیم از حقیقه‌ای که خداوند هست. اگر ما متوجه بشویم که خداوند چنان بی‌نیاز است، چنان قدیم است، چنان قویست، خودمون متوجه خواهیم شد که نفس ما، وجود ما چنان ضعیف است، ما ممکنیم، ما نیازمندیم و غیره. حتی برخی آوردند از علما آوردند که این حدیث برهانی است برای برهان مثل برهان نزد در وجود اثبات وجود خداوند. اما من با هیچ کدوم از این بحث‌ها سر کار ندارم. یعنی حتی میتونم ادعا بکنم که بعضی از علمای اهل سنت حتی آورده‌اند که این حدیث جعلی است. برای مثال در آثار ابن تیمیه از علمای اهل سنت آمده است که این حدیث اصلا در واقع مرجع درستی نداره و اتفاقا حتی ممکن هم نیست. یعنی ممکن نیست شناخت خداوند و شناخت نفس ما به هیچ عنوان ممکن نیست، پس شناخت خداوند هم ممکن نیست. حتی یعنی من در واقع یک طیفی از آراء رو برای شما نشون دادم، دو سر طیف رو به اصطلاح نشون دادم، و اما بعد اعتراف کنم که از قضا من هیچ کدوم از این مباحث مد نظرم نیست، هیچ کدوم از این بحث‌های فلسفی و کلامی در ذهن من نیست. من از قضا یک تفسیر بسیار ساده‌تری از این حدیث دارم و از قضا ادعای من در این سخنان ادعایی است که شاید بعد اعتراف کنم میخوام اتفاقا شیپور رو از سر گشاد به اصطلاح بنوازم. اگر در این حدیث آمده است که من عرف نفسه فقط عرف ربه، اگر خودش را بشناسد خدای خود را شناخته است، من از قضا استدلال من در این سخنان این است که برعکس این صادق است. اگر
خدای خود رو ما بشناسیم، متوجه بشیم که چه خدایی و با چه صفاتی، با چه خدایی روبرو هستیم و اون رو میپرستیم و میشناسیم، از قضا از آن طریق پلی خواهیم زد به خودمان و خودمان را خواهیم شناخت. یعنی کار من و حرف من، استدلال من از قضا در این سخنان همین است. اینی که این روایت رو شاید برعکسش هم بشه فهمید و من تصور میکنم و تلاش میکنم در این سخنان یک قرائت دیگری از این روایت به دست دهم، قرائتی که شاید اسمش رو عرض کردم یک نواختن شیپور از سر گشاد باشه. اتفاقا برعکس، در واقع این روایت رو میخوام بخونم و به شما نشون بدم به چه معنا ما با شناختن خداوند میتونیم به خودمون در واقع شناخت پیدا کنیم، که البته جزء مهمترین هم دستورات دینی است هم دستورات اخلاقی است، یعنی شناختن خودمون، و البته جزء سخت‌ترین کارهای این عالم هم هست. و ادعای من این است که ما از طریق استعاره ها به توضیحی که خواهم داد و توضیحی که خواهم داد و منظوری که در نظر من است درباره استعاره ها، گمان میکنم از طریق استعاره ها ما میتوانیم به خدای خودمون پی ببریم و از اون طریق به بود خودمون، یعنی اینکه خودمون رو بشناسیم. احیانا باری این ادعای من بود، ادعای خیلی کوتاهی که در واقع عرض کردم، مقدمه خیلی کوتاهی که عرض کردم، ادعای من در این سخنان است. تلاش میکنم که الان از این به بعد به ترتیب اول درباره الهیات صحبت میکنم، کمی توضیح بدم که منظور من از الهیات چیست، بعد از اون عنوان خواهم کرد که مقصود من از استعاره ها چیست، و در آخر عنوان میکنم که ترکیب این دو امر یعنی الهیات استعاری به چه معناست، و در واقع تلاش میکنم که ادعای خودم رو بر کرسی بنشانم. اما الهیات چیست و مقصود من از الهیات در این سخنان و در این بحثی که امروز عنوان میکنم چیست؟ ببینید، من حدس میزنم که وقتی شما تعبیر و عنوان الهیات رو میشنوید، شاید به یاد بسیاری از بحث‌های فلسفی و استدلالی درباره وجود خداوند بیفتید. درست هم هست، بسیاری از بحث‌هایی که درباره وجود خداوند به شکل فلسفی نزد متعلمین، نزد متکلمین، چه در سنت اسلامی، فلسفی اسلامی، مسیحی، یهودی آمده است، همه در زمره و در ذیل چتر الهیات قرار می‌گیرد. اما چیزی که من در این سخنان از الهیات قصد میکنم و منظور نظر منه، بحث ساده تریست. یعنی منظور من، تعریف من، تعریف ساده تریست، شاید تعریفیست که در آثار اتفاقا آگوستین، یکی از قدیسان معروف مسیحی هم آمده است، و او که الهیات یعنی بحث درباره خداوند به همین سادگی. درست از ذیل بحث درباره خداوند شما بسیاری بحث‌های دیگر میشه داشت. شما میتونید درباره وجود خدا استدلال بیارید، میتونید ضد او استدلال بیارید، میتونید درباره سنت‌های دینی گوناگون سخن بگید، اونها رو میتونید با هم دیگه تقارن بدید، این اختلاف‌ها و در واقع تشابهات سنت‌های دینی رو بیان کنید. اینا همه در زمره الهیات قرار دارید. اما من وقتی در این سخنان درباره الهیات صحبت می‌کنم، وقتی میگم الهیاتی، چه نوع الهیات، الهیات استعاری است که من ازش دفاع خواهم کرد، مقصودم بحث درباره خداوند و تکلم درباره خداوند است، سخن گفتن درباره خداوند است، به هر طریقی، به هر طریقی. اتفاقا این به هر طریقی صفت مهمی است، یعنی اون میخوام قید مهمی است، چون که این قید رو دوست دارم الان توضیح بدم. ادعای من اینه که در استدلال، در اون میخوام بحث درباره خداوند، درباره الهیات، ما میتونیم سنت دینی که درش زیست میکنیم رو بهتر بفهمیم. و این اتفاقا یکی از وظایف متدینین است، اینی که سنت دینی خودشون رو بهتر بفهمن. من ادعام اینه که در این بحثی که درباره الهیات خواهم داشت، با سخن گفتن درباره خداوند، با بحث درباره خداوند، ما میتونیم سنت دینی خودمون رو بشناسیم، بهتر دست کم بشناسیم، اما نه به معنای دقیق فلسفی اون که فیلسوفان آوردن، متکلمین آوردن. اتفاقا دوست دارم بحث بسیار بحث زمینی تری باشه. به مثالی که الان خدمت شما خواهم زد، وقتی که عنوان کنم شما متوجه خواهید شد که بحث من اصلا اتفاقا بحث فلسفی نیست. اتفاقا وقتی درباره خداوند بحث میکنم، درباره سخن گفتن درباره خداوند بحث میکنم، از قضا بحث من بحث فلسفی نیست، بحث ساده تری است. ببینید، من فکر میکنم عموم دوستانی که در جمع ما حاضرن داستان موسی شبان مثنوی رو شنیدن. من حتی میدونم شاید حتی ملال‌آور باشه، شاید حتی
تکرار باشه برای دوستان اگر این داستان رو عرض بکنم، اما اجازه بدید که این کار رو بکنم، چون فکر میکنم که نتیجه که من میخوام درباره بحث درباره الهیات بگیرم در این داستان به خوبی نشان داده شده و از قضا این داستان پلی خواهد بود میان بحث از الهیات و بحث از استعاره که بعد از آن طرح خواهم کرد. داستان کم و بیش روشن است. من فقط برای دوستان در واقع جزئیات داستان رو مرور نمی کنم، کلیات رو عرض می کنم و اتفاقا به نتیجه گیری داستان که دوست دارم در برایش بیشتر سخن کنم می رسم. داستان آغاز میشه: خبر دارید که دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفت ای خدا و ای اله، تو کجایی تا شبر من چاکرت، چاروقت دوزم کنم شانه، سرت جامعت شوگم، شپشهایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، دستکت بوسم، به مالم پایکت، وقت خواباید بروبم جایکت. بله، یک همچنین سخن گفتنی درباره خداوند از قضا منظور نظر منه. اتفاقا همونطور که عرض کردم چندان سخن گفتن فلسفی مد نظر من نیست. شبیه شبانی که در داستان موسی آمده است، در داستان مثنوی آمده است، چنین سخن گفتنی. در هر صورت این به نظر من یک بحث درباره خداوند، سخن گفتن درباره خداوند به این معنا ما یک الهیاتی در ذهنمون میپرورانیم. همه ما آدمیان، فقط الهیات مختص متعلمین نیست، فقط مختص متکلمین و فیلسوفان نیست، نه، هر کسی، ما هم برای خودمون الهیاتی داریم، البته به احتمال خیلی زیاد از الهیات درونمون خبر نداریم. من تلاش میکنم در واقع بحثی که دارم این که اتفاقا از طریق استعاره ها به توضیح که خواهم داد از الهیات درونمون خبر بگیریم. باری شبان در پی سخن گفتن با خداوند بود، درباره خداوند بود که موسی از راه رسید. موسی شبان رو دید، این نمت بیهوده میگفت، آن شبان گفت موسی با کی است این ای فلان. طبیعی شنیده اید، خبر دارید. موسی تعبیری ناراحت شد، شاکی شد به اصطلاح، گفت موسی بس هان بس مدبر شد، گفت موسی های بس خود مدبر شدی، خود مسلمان نشده کافر شدی، این چه جاج است و چه کفر است و فشار، پنبه ای اندر دهان خود فشار. او گفتش که خلاصه این سخن گفتن، سخن گفتن درستی نیست، کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را جنده کرد، گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق. این گونه سخن گفتن با خداوند در نظر موسی سخن گفتن درستی نبود. بحث درباره خداوند در نظر موسی بحث درستی نبود، لایق خداوند نبود، سزاوار خداوند نبود که خداوند رو این گونه در واقع مخاطب قرار بده. باری شبان به اصطلاح امروزین ما به هم ریخت، یک زلزله ای در درون او رخ داد. در واقع خب او هم ناراحت شد، رو به موسی کرد، گفت ای موسی دهانم دوختی، از پشیمانی تو جانم سوختی، جامه را بدید و آهی کرد تفت، سر نهادم در بیابان و برفت. شبان رفت، وحی به موسی آمد، از جانب خداوند به او آمد که وحی آمد که موسی از خدا، بنده ما را ز ما کردی جدا، تو برای بس کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی، تا آمدی که بندگان رو به ما نزدیک کنی، نه اینکه ما را از در واقع بندگانمون دور کنی. و در واقع اینجا یک بحث الهیاتی در میگیره، بحثی که در واقع خداوند، حالا در واقع میگه خود مولاناست که در واقع داره صحبت میکنه و اون نکته خودش اینجا مولانا با ما بیان میکنه. اما بحثای من نیست، جای دیگه نقطه دیگه ایست که من دوست دارم تمرکز بکنم و اتفاقا شما رو دعوت کنم که اون رو که در واقع دقت بکنید. ببینید درسته در بحث از خداوند آمده است، مولانا آورده است که ما زبان را ننگریم و قال را، ما روان را بنگریم و حال را. این نکته در از اون نکته دقیقی است که آمده. ببینید حال ماست، روان ماست که سخن گفتن ما رو درباره خدا رو نشون میده. یعنی شبان یه حالی داشت، یک روانی داشت، اگر بخوام اسم دقیق تری براش داشته باشم، یک تجربه‌ای داشت از حضور خداوند در زندگی خودش. تجربه خودش رو وقتی به زبان ریخته بود، وقتی در زبان آورده بود، چنین تجربه شده بود، چنین زبانی شده بود. خب مولانا در واقع ادعاش اینه که ما به زبان نگاه نمی کنیم، ما به درون نگاه کنیم.
من از قضا دوست دارم شما رو دعوت کنم و به شما بگم که بیاین اتفاقا قدری درباره زبان فکر بکنیم، راجع به زبانی که ما انتخاب میکنیم و درباره خداوند صحبت میکنیم. ما از زبانی که انتخاب میکنیم درباره خداوند صحبت میکنیم، یا درباره بسیاری امور دیگه، درباره دین، درباره اخلاق، درباره سیاست، درباره علم، ما از این زبان میتونیم پلی برقرار کنیم اتفاقا به درون ما، به حال ما. درسته خداوند احتیاجی نداره به زبان ما نگاه کنه در اون در واقع الهیات، در واقع ادیان ابراهیمی، او در واقع به حال ما نظر داره، او مستقیم میتونه ما رو بخونه، احتیاج نیست که زبان ما رو بخونه. اما ما آدمیان که در این کره خاکی با هم زندگی میکنیم از احوال هم دیگه بی‌خبریم، ما به درون هم راه نداریم. تنها راهی که داریم به درون هم باز کنیم از طریق زبانی است که صحبت میکنیم. و اتفاقا این زبان نه لزوما زبان نطق، هر نوع زبانی، هر نوع زبانی بی سبب نیستش که ما درباره به زبان اشاره که نطقی در میان نیست اونم زبان اشاره میگیم، درباره زبان بدن که نطقی در میان نیست زبان بدن میگیم. و اگر من درباره زبان صحبت میکنم به نحو عام یعنی همه این زبان ها رو در بر میگیرم، ما از طریق زبانی که به درون هم دیگه خبر میگیم. این نکته مهم، این نکته اول مهمی که اینجا طرح میشه وقتی که خداوند به موسی صحبت میکنه، این که میگه که خلاصش ما به احوال نگاه میکنیم. این نکته اول مهم در این داستان که شما از طریق زبان میتونید به احوال کسی رو بیارید، یا در این در واقع نمونه خاص داستان شما از طریق زبانی که شبان در واقع انتخاب میکنه و اتخاذ میکنه درباره خداوند صحبت بکنه، از این زبان میتونید به نوع زندگی او، میتونید به روان او، به حال او اتفاقا پی ببرید. این زبانی که شبان انتخاب میکنه از خلع درست میشه، در خلع میدان شده، این یک دفعه دفعتا در او ریزش نکرده، این از پی یک تجربه‌ای در شبان آمده و خودش رو اینگونه ریخته بیرون. طبیعی است که شاید اگر شما فکر بکنید شبان تجربه دیگه ای رو از سر بگذرونه، زبان دیگری هم اتخاذ میکنه. و این نکته مهمی است که در پایان این داستان شما میبینید، وقتی که موسی در واقع این موسی وقتی که چون که موسی تا از حق شنید در بیابان در پی چوپان دوید، وقتی که رفت سراغش و اون ابیات معروفی که در واقع در لغلقه زبان ماست که عاقبت دریافت او را بدید گفت موجزه که دست رسید، هیچ آداب ترکیبی از او هرچه میخواهد دل تنگت بگو. بعد وقتی که موسی این رو به شبان میگه، شبان پاسخ بسیار مهمی دقیقا باز دوباره ناظر به همین نکته ایست که من الان برای شما طرح کردم. پاسخ شبان چیست؟ گفتش که رو میکنه به موسی، میگه که گفت ای موسی از آن بگذشته. وقتی که موسی بهش میگه ببین فلانی، من برات خبر این معجزه‌ای دارم برات، تو هر زبانی که دلت میخواد میتونی انتخاب بکنی. ولی در انتهای داستان شبان دیگه شبان اول داستان نیست، یه شبان دیگه است با یه تجربه دیگه، چون یه اتفاق چیه، حضور و مواجهه با موسی، مواجهه با موسی درون او رو عوض کرده بود. درون او وقتی عوض بشه زبان او عوض بشه، چون جان دیگر میشه، جهان دیگر میشه به قول اقبال. ببینید گفت ای موسی از آن بگذشته، من کنون در خون دل آغشته‌ام. تازیانه برزدی اسبم بگشت، گنبدی کرد و به گردون برگذشت. بعد به این نکته مهم، محرم ناسوت ما لاهوت باد، آفرین بر دست و بر بازود باد، حال من اکنون برون از گفتن است، این چه میگویم نه احوال من است. ببینید یه تجربه ای بر آمده برای کسی، حال کسی رو عوض کرده. این اگر من درباره الهیات دارم اینجا سخن میگم، دقیقا منظور نظر من اینه. شما درباره خداوند سخن میگید، حالا یا با خداوند سخن میگید یا درباره خداوند سخن میگید، مهمی که متعلق زبان شما و کلام شما خداونده. این مقصود نظر من از الهیات. اما زبانی که شما اتخاذ میکنید، زبان دینی که، زبان عرفانی که شما اتخاذ میکنید درباره خداوند حرف بزنید، شما در خلاء این زبان روش نکرده، این زبان از یه جایی آمده، از یه احوالی آمده، از تجربه ای آمده. تجربه های گوناگون برای ما زبان‌های گوناگون میاره و برای ما در این کیس خاصی که من حرف می‌زنم سخن گفتن‌های گوناگون درباره خداوند میاره.
نه تنها آدمیان گوناگون با تجربه های گوناگون در طول تاریخ درباره خداوند حرف زدن، که حتی یک شخص هم در طول زندگی خودش با تجربه های گوناگون زبان گوناگون انتخاب میکنه و اتخاذ میکنه و درباره خداوند حرف میزنه. خب پس ببینید، من این تا الان درباره الهیات به این معنای خیلی زیق کلمش و خاص کلمش منظور نظر من بود. شما درباره خداوند حرف میزنید، لاجرم زبان انتخاب میکنید، امکان داره زبانی هم در درون خودتون انتخاب کنید، اما به محض اینکه شما میخواین تخاطبی بکنید، با کسی سخن بگید، از تجربه خودتون پرده بردارید، خبر بدید به دیگران که فلانی این تجربه من بود، از یک امر ناشناخته‌ای که اینجا فرض کنیم اسمش خداوند می‌ذاریم، از یک امر متعالی که ما اسمش خداوند می‌ذاریم، یه امر غایبی که در واقع ما نمی‌بینیمش، یه امر پیچیده است برای ما. این امر پیچیده فقط و فقط در دین ظاهر نمیشه ها. من الان به طور خاص درباره الهیات صحبت می‌کنم که متعلق کلام در واقع خداونده. شما درباره امور پیچیده بسیار بسیار در این زندگیمون رخ میده، در علم هست، در سیاست هست، در اخلاق هست، به توضیح که الان برای شما خواهم داد. ما برای همه اینها یک زبانی انتخاب میکنیم. این زبان ما یک دریچه است به احوال ما، دریچه است به درون ما. من الان از اینجا به بعد تا الان اگر درباره الهیات صحبت کردم، به طور خاص میخوام تمرکز کنم بر روی این زبان، بر روی زبانی که ما انتخاب میکنیم، زبانی که من اسمشو زبان استعاری میذارم و میخوام برای شما بگم به چه معنا استعاره رو به کار میبرم. و این زبان استعاری است که ما خیلی از اوقات ناخودآگاه استفاده میکنیم در فرهنگهای گوناگون، در تربیتهای گوناگونی که شدیم و درباره اموری که به طور خاص امور پیچیده است، امور انتزاعی است، امور غایب است، اموری است که تبیینش تبیین مشکل داره، ما از این زبان استعاری مدد میگیریم. شما در همین نگاه شبان، در خودتون جای شبان بذارید، یک خداوندی است، فرض کنید، شما یک لحظه تصور کنید من یک راجب یک چیزی میخوام با شما سخن بگم، اما نمیتونم اون چیز رو به شما نشون بدم، نمیتونم بگم ببین فلانی این میزی که روبروی منه، من در راجب این صحبت میکنم، با دستم بهش اشاره میکنم، به محض اشاره کردن خب شما خبر میگیرید، لازم نیست چندان توضیح بدم. اما فرض کنید من درباره امری میخوام صحبت کنم، فقط خداوند هم نیست، درباره امور بسیار زیاده، عموم احوالات و احساسات ما، اخلاق، خوبی ها، بدی ها، امور مفاهیمی که ما در علم داریم، من نمیتونم اینها رو با دست به شما نشون بدم و شما ساده ازش خبر بگیرید، من ناچارم توضیحی بدم برای اینا. وقتی میخوام توضیح بدم رو به یک زبان خاص میگیرم. شما خودتون رو جای شبان بذارید، میخواد درباره یه امری صحبت کنه یا با یک امری صحبت بکنه که اون امر غایبه برای او، غایب به این معنی که جلو در واقع انظار او نیست، جلو چشم او نیست، او نمیبینه، لمسش نمیکنه، به همین سادگی، به این معنی امر انتظاری. خب چه میکنه؟ برای خودش تجسم میکنه اون امر رو، تصور میکنه اون امر رو. وقتی اون امر رو تجسم میکنه، شروع میکنه درباره صحبت کردن یا با او صحبت کردن. ببینید تجربه شبان این بوده. تجربه شبان از کجا میاد؟ تجربه شبان، باز تکرار میکنم، در خلأ که این تجربه به دست نیومده، تجربه زندگی او بوده، او شبان بوده، شاید پدر او شبان بوده، شاید مادر او هم در همین حرفه بوده، خانواده او بوده، تجربه تاریخی اوست که انباشته شده در ذهن اوست. طبیعیه که وقتی میخواد درباره امری حرف بزنه، لاجرم باید از ذهن خودش کمک بگیره. ذهنش وقتی به او کمک میده و میخواد صحبت کنه، در زبان بیاره، یک تجسمی میکنه و این تجسم او شبیه خداوند، شبیه انسانی است که او میتونه در واقع پاش رو بماله، جاش رو بندازه، شیر برای او بیاره. این یه تجربه است، این زبان از یه تجربه ای خبر میده. اما این زبان، این زبانی که از تجربه خبر میده، چجوری در ما ساخته میشه؟ این در واقع نکته دوم منه، یعنی همون بحث استعاره است که الان میخوام راجع بهش صحبت بکنم و بگم این زبان اصلا چیه، این زبان استعاره و اصلا درباره استعاره وقتی ما حرف میزنیم به طور خاص منظور نظر من چیه. من تقریبا مطمئنم وقتی شما تعبیر استعاره رو میشنوید به یاد ادبیات میفتید، یعنی این طبیعی است. خب یکی از در واقع خصوصیات مهم زبان مجازی است که به طور خاص ادیبان و شعرا استفاده میکنن برای اینکه زبان رو فخیم تر بکنن، برای اینکه زبان رو جذاب تر بکنن،
برای اینکه بتونن در مخاطبانشون تأثیر بیشتری بذارن. این زبان استعاری یک همچنین در واقع وزنی داره، طبیعی است در واقع شعرای ما، ادبای ما چنین میخوان بخونن. ما مثال های گوناگونی داریم در واقع برای اینکه نشون بدیم استعاره ها در زبان خاص، زبان ادیبانه چجوری شد. ببینید من فرض کنید برای شما از حضرت الاولیای عطار میارم، برای شما میگم که به صحرا شدم عشق باریده بود، همون سخنی که از بسطامی نقله که چنان که پای در پای مرد به گلزار فرو شود، پای من به عشق فرو شد. ببینید وقتی من به شما میگم که به صحرا شدم عشق باریده بود، شما از این سخن من چی متوجه میشید؟ یه استعاره رو متوجه میشید. من عشق رو مثل یک باران برای شما تجسم کردم، انگار که عشق مثل یه باران است که باریده، عشق مثل یه باران است که خیسه، زمین رو خیس کرده، و وقتی من پام رو روی زمین میذارم انگار که پای من به یه گلی فرو بره، یک جایی، یک جایی انگار که عشق فرو میره اونجا، انگار عشق روی زمین ریخته. این استعاره ها اصلا حکمشون و کارشون اینه. وقتی که ما درباره استعاره حرف میزنیم، درباره دو چیز صحبت میکنیم، من دو مفهومه که ما این دو مفهوم رو به هم دیگه ربط میدیم. به طور خاص الان که من همین مثالی که برای شما زدم، من درباره عشق و باران صحبت کردم و در اثناء سخنم هم عرض کردم که عشق مثل باران است. وقتی من به شما میگم عشق مثل باران است، یعنی در واقع درباره تشبیه دارم سخن میگم، عشق و شبیه باران کردم. و وقتی درباره استعاره ها و میخوایم سخن استعاری بگیم، اونطور که ادیبان آورده اند به اصطلاح عدات شبه رو بیان نمی کنیم، یعنی نمیگیم که عشق مثل باران است، عدات شبه رو حذف میکنیم و میگیم عشق باران است. به همین سادگی، یعنی سخن یک گزاره به اصطلاح کپسولی شده که تأثیر گذاریش دوچندان هم میشه. من وقتی به شما میگم عشق مثل باران است، شما ناخودآگاه ذهنتون به این سمت میره که بله، عشق مثل باران است، اما مثل شاید خیلی چیزهای دیگه هم باشه، اما شاید همه چیز عشق هم مثل همه چیز باران نباشه. این قدرت تشبیه. اما وقتی من استعاره به کار میبرم، من عدات شبه رو حذف میکنم، به شما میگم عشق باران است، یک جمله، یک حکمی صادر میکنم که ذهن شما رو تسخیر میکنه. شما به یک مرتبه ذهن شما محدود میشه، قفل میشه بر روی یک امری که عشق باران، عشق باران، انگار یک اینهمانی شما میان عشق و باران برقرار میکنه. اصلا برای همین هم که تاثیرگذاری سخن بیشتر میشه. شما در واقع گویی وقتی به زبان استعاری حرف میزنید، وقتی با مخاطبتون حرف میزنید، به اصطلاح امروز در واقع روانشناسان، ذهن مخاطب خودتون رو مانیپولیت میکنید، انگار با ذهن او بازی میکنید، انگار ذهن او رو در دستان خودتون میگیرید و تأثیر گذاریش برای همین هم پس هست که بیشتر هم هست. ببینید این شاید مهمترین خصلت استعاره است که ادیبان استفاده میکردن برای اینکه سخنشون تأثیرگذارتر باشه. وقتی که حافظ به شما میگفت که ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگو که روزی مقدر است، این یکی از استعاره های معروفی است که شعرا به کار میبرن. این که بسیاری از مفاهیمی که باز شما نمیتونید با دست نشون بدید، همونطور که عرض کردم نمیتونید لمسش بکنید، شبیه انسان میکردن، یه صنعت درست کردن به نام صنعت تشخص بخشی، همون پرسونیفیکیشن. ببینید ما آبروی فقر و قناعت میم، فقر و قناعت انگار مثل یه انسان آبرومنده، انسان آبرومند، این یه استعاره است. فقر و قناعت، من نمیتونم به شما میگم فقر دقیقا چی، یه مفهوم انتزاعی است. من برای اینکه این مفهوم انتزاعی رو بکنم زمینیش بکنم، در دست رستر بکنم برای شما، او رو شبیه میکنم به چی؟ به یه انسانی که انگار آبرو داره. بعد حافظ به شما میگه من آبروی فقر و قناعت نمیبرم. این شما براتون راحت تر درک کردنش، برای اینکه یه امر انزمامی تر، امر ملموس تری رو من با شما صحبت میکنم. این یکی دیگه از خاصیت های استعاره است. باز دوباره شبیه این فراوان مثال فردا که پیشگاه حقیقت شبد پدید، شرمند رهروی که عمل بر مجاز کرد. پیشگاه حقیقت، شما پیشگاه حقیقت چیه؟ حقیقت شما به من نشون میتونید بده حقیقت چیه؟ نه. شما لمس میتونید؟ نه. وقتی من میخوام راجع به حقیقت حرف بزنم، به شما بگم حقیقت معلوم میشه، بخوام برای شما در واقع تاثیرگذاریش بیشتر باشه، میگم پیشگاه. انگار یه مجلسی رو من برای شما تصویر کردم
انگار حقیقت در صدر مجلس نشسته، انگار یه پادشاهی است، یه تخت پادشاهی است، کنار تخت پادشاهی در صدر مجلس حقیقت نشسته اونجا. و بعد اون وقتی که معلوم میشه، وقتی که آشکار میشه، حالا امانت که حالا شرمنده رهروی که عمل، یعنی بر حقیقت در واقع عمل نکرد. خب این سخن برای شما در دسترس تر این گونه. ببینید باز دوباره میگم، حالا میگم انواع مثال در ذهن من میاد، من واقعا همه این مثالا رو که دارم به شما میذارم میخوام ذهن شما رو فقط هی به استعاره ها که در ادبیات نزدیکتر بکنم، بعد به یک مرتبه میخوام به شما بگم اتفاقا مقصود و منظور من از استعاره ها اتفاقا اون چیزی نیست که ادیبان گفتند. ببین اگر قیصر امیرپور به شما میگفتش که تو رفتی، قطار رفت، تمام ایستگاه رفت و من چقدر ساده ام که سالیان سال در انتظار تو به نرده های ایستگاه رفته تکیه دادن. ببینیم که خب استعاره است، استعاره پرسونیفیکیشن دیگه. این قطار که میره، ایستگاه که داره میره، یعنی شما ایستگاه رو میتونید درسته که میتونید درست بکنید، یکی از مفاهیم نیست که ما درست بکنیم اسمشو میذاریم ایستگاه. این ایستگاه شروع به حرکت کردن میکنه، نرده های ایستگاه شروع به حرکت کردن میکنه. شما خیلی خوب میتونید تصویر سازی بکنید به اصطلاح وقتی که اینو میخونید، یا به تعبیری که باز دوباره آلمان علوم شناختی در عرصه زبان آوردن، شما برای این امور میتونید ایمیج اسکیما درست کنید، طرح درست میکنید تو ذهنتون، انگار که دارین تصویر سازی میکنید، این تصویر شما خوب هضم میکنید. اما ببینید این نکته ای که عرفا و نکته ای که شعرا، نکته ای که ادیبان درباره استعاره آورده اند و به کار برده اند، لزوما آن چیزی نیست که مد نظر من است در اینجا. لزوما آن چیزی نیست که من اتفاقا ازش میخوام دفاع بکنم. ببینید اون چیزی که مد نظر من درباره استعاره ها و اتفاقا الان میخوام به کار ببندم و پیوندش بزنم به بحث از الهیات، اون چیزیست که در واقع باید با چند تا مثال برای شما بگم و اون نکته عمیقی است که بعضی از فیلسوفان هم آورده اند و آن اینکه استعاره ها کار رؤیاست در زبان. این نکته به نظر من بسیار عمیقی است. استعاره ها میتونن برای ما خبر از احوال درون ما بدن، مثل رؤیاهای ما. وقتی شما پیش یک روانکاو میرید، پیش یک روانشناس میرید، وقتی نکته ای، مشکلی رو، یک اتفاقی، یک حادثه ای رو برای اون نقل میکنید و میگید درون من دچار یک زلزله ایست، دچار یک آشفتگی و پریشانی است، شما حتما اگر تجربه داشته باشید، روانکاوان و روانشناسان به سر وقت خوابهای شما میرن، چون خوابهای شما رو جزء درونی ترین احوالات شما میدونن که اتفاقا در دسترس شما، به معنی یعنی این که در زندگی روزمره شما در دسترس شما نیست، اما زندگی شما رو هدایت میکنه. استعاره ها چنین حکمی رو دارن. استعاره ها شبیه رویان در زبان. من همین مثال چوپان رو که برای شما زدم، استعاره هایی که او استفاده میکرد و این استعاره ها از تجربیات زندگی او آمد، ما رو کمک میکنه که پلی بزنیم به زندگی او، به تجربیاتی که او در زندگی خودش داشته. به این معنا استعاره ها پلیس، به این معنا استعاره ها کار رؤیاگونه ایست در زبان. اجازه بدید یه قدر این نکته رو برای شما بازتر بکنم. ببینید ما کی زبان استعاری استفاده میکنیم؟ استعاره ها برای چی استفادهشون میکنیم؟ وقتی ما بفهمیم برای چی از استعاره ها مدد میگیریم، متوجه میشیم که چه کاربردی در زندگی ما داره. ببینید ما بسیاری امور پیچیده در زندگیمون داریم. بسیاری از اموری داریم که در واقع ما با این امور خیلی خوب این مفاهیم رو درک نمیتونیم بکنیم. اسمشو بذاریم مفاهیم انتزاعی، یا اصلا ساده تر اسمشو بذاریم مفاهیم پیچیده تر، مفاهیم کمتر شناخته شده تر. حالا این مفاهیم مثل چی؟ خیلی از مفاهیم فلسفی، خیلی از مفاهیم اخلاقی، خیلی از مفاهیمی که در واقع ما در دین استفاده می‌کنیم. شما مثلا فرض کنید مفهوم زمان، مفهوم علیت، مفاهیم خیلی از احوالات و عواطف ما مثل عشق، مثل فرض کنید حتی خشم، مثل حسادت، بسیاری از این امور، مثل خود خوبی و بدی اخلاقی، مثل مرگ احیانا، اینا یه مفاهیم انتزاعی به غایت پیچیده است برای ما. شما حتما
اگر در واقع بچه داشته باشید یا نوه داشته باشید، این تجربه رو داشتید که خیلی از اوقات این سوال رو شما باهاش درگیر خواهید شد که از شما میپرسن این یعنی چی؟ مرگ یعنی چی؟ وقتی کسی فوت کرده مرگ چه اتفاقی یعنی افتاده؟ شما شاید درگیر این سوالات شده باشید. چه جوری این سوالات رو شما پاسخ میدید؟ شما رو میکنید تئوری های فلسفی رو میگید؟ نه، این کارو نمیکنید. یکی از کارهایی که شما انجام میدید، شاید ازش بیخبر باشید، استفاده از استعاره ها. استعاره ها چیه؟ شما اموری که کمتر شناخته شده تر هست، اموری که پیچیده تره، اموری که انتزاعی هست، به واسطه امور شناخته شده تر، به واسطه امور انضمامی تر، به واسطه امور تجربی تر، بر حسب مفاهیم ساده تر اونها رو بیان میکنه. فرض کنید من به شما بگم که زمان یعنی چی؟ فرض کنید کسی به شما بگه زمان یعنی چی؟ من نمیخوام برای شما تئوری فلسفی بدم. به شما میگم ببین فلانی، زمان مثل تغییر پیدا که مثل حرکت کردن از اینجا به اونجا میمونه. این استعاره است. من زمان رو بر اساس حرکت به شما توضیح دادم. یه استعاره رو اینجا به کار بردم. استعاره زمان بر اساس و بر حسب حرکت. من فرض کنید فرزند شما به شما میگه مرگ یعنی چی؟ همین سوال ساده. شما شاید نمیخواین توضیح بدید، نمیخواین استفاده کنید از تمام در واقع اتفاقاتی که در مغز میفته، مغز که وقتی احیانا دچار مرگ میشه، وقتی بخواید تمام بحثای الهیاتی بکنید، وقتی بگیم به بچه‌ای بخواید توضیح بدید که فرشته ای میاد، روحی در واقع قبض میشه، اصلا اینا رو نمیخواید بگید. چی میکنه؟ میگیم مرگ مثل خواب میمونه. به جای اینکه بگید مثلا، حتی فرض کنید برش خوابه، شما اینجا چیکار کردید؟ یه استفاده ای کردید از استعاره ها. شما به جای اینکه بخواید یه مفهوم پیچیده رو همینطوری رد کنید، یه مفهوم ساده رو به استفاده کردید، مفهومی که هر بچه‌ای، هر کسی تجربه روزمره زندگیش باهاش سر و کار داره. شما این مفهوم پیچیده و غامض رو بر اساس مفهوم ساده توضیح دادید. این کاری است که استعاره ها میکنن. استعاره فقط نه در زبان روزمره ما، در علم، در اخلاق، در سیاست، در دین بسیار به ما کمک رسانند. خیلی از این استعاره ها استعاره هایی است که ما خبر نداریم و استفاده می کنیم، از پی یک تجربه عمیق بشری و تکاملی ما آمده است. خیلی از استعاره ها استعاره هایی است که اتفاقات ما خبر داریم و اتفاقا آمدن قاصدن استفاده می کنیم. ببینید به این معنایی که من الان برای شما گفتم، به این معنایی که الان راجع به استعاره ها گفتم که الان باز توضیحشم بازم با مثال خواهم داد، استعاره ها خبر از درون شما میدن بدون اینکه شما خبر داشته باشید. ببینید مثالی هست، من مثال حدی احساس میکنم در آثار مولانا آمده است، حدی فکر میکنم اونجا میشه بستش داد. در واقع در داستان پیر چنگی یک جایی مولانا میگه که مطربانشان از درون دف میزنن، بهرها در شورشان کف میزنن. یه لحظه این بیت رو یه لحظه شما تصویر سازی بکنید، یه لحظه فکر بکنید. فرض کنید درون شما انگار یه ارکستری در واقع برپاست، انگار یک طربی برپاست، انگار یه موسیقی در درون شما، یه عده‌ای نشستن دارن مینوازن. شما این موسیقی رو حتی یه موقعی خیلی زیادی در زندگی نمیشنوید، اصلا خبر ندارید این موسیقی. در درون شما مطرباشان از درون دارن دف میزنن، از درون دارن دف میزنن، موسیقی برپاست، شما خبر ندارید. اما و اما نکته مهم اینه که شما بدونی که خبر داشته باشید، گویی بر اساس موسیقی درونتون در حال رقصیدن دارید. این همین استعاره هاست. استعاره همون موسیقی درون شماست. این شبانی که درباره خداوند سخن میگه، یه موسیقی درونش بوده، یه تجربه‌ای درونش بوده که اون استعاره بیرون ریخته. بی سبب این اتفاق نیفتاده. حالا شما، باز من برگردم به سخنی که در ابتدا گفتم، بذارم شیپور از سر کشاد بزنم، میخوان ببینید درونتون چه خبره، ببینید چه استعاره هایی دارید به کار میبرید. و اگر درباره خداوند به طور خاص دارید حرف میزنید، درباره الهیات حرف میزنید، ببینید چه استعاره هایی درباره خداوند حرف به کار میبرید. بذارید باز توضیح بدم با مثال بیشتر. ببینید به این معنای خاصی که من درباره استعاره حرف میزنم،
استعاره درون شماست. شما وقتی خبر از استعاره ها بگید، به تعبیر جذاب و دقیق و به نظر من بسیار خوب محمود درویش شاعر معروف فلسطینی، استعاره ها شما رو آزاد میکنن. گفت اون قصیده اون معروفش، گفت انت تحرر نفسك بالاستعاره، فکر به غیر که من فقط و حق هم فالکلام. موقعی که از استعاره هایی که تو استفاده میکنی، استعاره تو رو آزاد میکنه. تو هر نفسی که بل استعاره، موقعی که داری از استعاره، یعنی حالا اون سیاق اون قصیده و سیاق شعر اون متفاوته، این که ما آدمیان باید به فکر دیگری باشیم، که حتی سیاق اخلاقی بسیار مهمی هم هست، اما به طور خاص اون چیزی که مربوط به بحث منه این که شما وقتی استعاره ها رو به کار میبندید، انگار که خودتون راحت میکنید. همین مثالی که من برای شما راجع به زمان زدم، راجع به مرگ زدم، شما دیدین شما زبانتون تنگه براتون، شما نمیتونید با هر زبانی که زبان طبیعی باشه صحبت بکنید. استعاره شما رو آزاد میکنه، همچنین یه بندی از وجود شما باز میکنه. شما وقتی از استعاره مدد میگیرید، وقتی چیز رو شبیه چیزی میکنید، وقتی چیز رو بر اساس چیز دیگه میبینید، وقتی چیز رو تحت سایه امر دیگه میبینید توضیح میدید، همچنین یه نفس راحت میکشید، انگار راحت میشید. انگار وقتی فرزندتون از شما سوال میکنه، به شما میگه این یعنی چی، وقتی شما نمیتونید توضیحش بدید، وقتی یهو مرد، وقتی متوسل به استعاره میشه، شما خودتون راحت میکنید. اما این استعاره ها خیلی هاش استعاره نیست که شما الکی استفاده کنید، استعاره نیست که شما یهو دفعتن استفادهش میکنید، یا هر استعاره رو بتون استفاده بکنید، هر چیزی رو شبیه چیزی دیگه بکنید. نه، اینجوری نیست. بعضی از این از تجربه عمیق بشری اومده. بذارید برای شما این مثال ها رو بزنم. ببینید یکی از تجربه های عمیق بشری، که تجربه های شما میتونیم توضیح بدیم که این تجربه های تکاملی ما هم هست، یعنی تجربه است که از پس قرون متمادی، تاریخ تکامل، رشد مغز و ذهن ما، چنین تصویری در ذهن ما درست که تصویر مشترکی هم از میاد تقریبا آدمیان، به خاطر اینکه عموم آدمیان کمیش بدنهای شبیه هم دارن. این خیلی از تجربه هایی که در استعاره های ما استفاده میشه الان برای شما توضیح میدم، تجربه هاییست که مربوط به بدن ماست. ما بدنمون کمک کرده به ما که این استعاره رو مدد بگیم. ببینید یکی از این تجربه ها، یکی از این مثال هایی که در بسیاری از اشعار آمده، در بحث های فلسفی آمده، در بسیاری از استدلال ها آمده، اینه که شما وقتی میخواید راجع به عشق حرف بزنین، میگین چی؟ وقتی فرزندتون از شما سوال میکنه عشق یعنی چی، شما بهش میگین چیه عشق؟ عشق یکی از اون مفاهیم خیلی کاربردی است فرض کنید در طول زندگی ما، بلخص حالا در ادبیات ما، در شعر ما، در عرفان ما. شما چی توضیح میدید دربارش؟ ببینید یکی از استعاره های بقایت جذاب، بقایت در واقع به یک معنی جهان شمولی که ما درباره عشق داریم، میگه عشق یه چیز گرمه، عشق یه چیز آتشینه. شما وقتی درباره عشق حرف میزنید، ناخودآگاه حتی شما یاد و یک تصویر شور آتشین در درون شما میاد، یه چیز گرم در درون شما به وجود میاد. این بی سبب نیست، این اصلا فکر نکنید بیراه آمده، یعنی از یک تجربه درونی بدنی ماست که ما وقتی عشق رو تجربه کردیم، اعتقاد تجربه جهان شمول هم بوده، این تجربه در زبان ما اما ریزش داشته. در ازل پرتو حسن ده تجلی دم زد، شما نمیتونید اگه جای حافظ باشید بگید عشق پیدا شده یه سردی به عالم زد. نه، عشق وقتی پیدا میشه آتش به همه عالم میزنه. شما نمیتونید راجع به عشق وقتی حرف بزنید عشق رو یه امر سرد تصور بکنید، نمیتونید شاعری کنید، نمیتونید با دیگری ارتباط کنید. تجربه اتفاقا ماست که چنین استعاره درست کرد، استعاره که عشق بر اساس یه امر گرمه. چه گرمیم از این عشق، چه خورشید، چه پنهان و چه پیداست خدایا. ما نمیگیم چه سردیم، یعنی شما فکر نکنید مولانا میتونست بگه چه سردیم از این عشق چه خوشید. نه، نمیتونست بگه اصلا عشق یه جوریه که وقتی شما رو جوش بخواید حرف بزنی، تجربه یه مشترک ماست که وقتی در زبان خودش رو میریزه یه امر آتشینه. این تجربه مشترک ماست. وقتی که شما درباره عشق، خیلی حالا خیلی میگم مثال‌های گوناگون میشه هم راجع به همین عشقی که من دارم میگم، این که یه مثالی هستش که در اشعار به نظرم حلاج آمده، جای هستش که میگه که یا نسیم الریح قولی رشا لم یزدن الورد الا عطشا، بعد میگه که لی حبیب حبه وسط الحشا، یه حبیبی من دارم در اعماق سینه خودم. بعد
وقتی مولانا اینو بر میداره خودش استفاده میکنه این رو حلاج رو، بعد بهش وقتی میخواد استفادهش کنه باز دور از آن جذابه. شما میگه لی حبیبون حب هو یش ولا حشا، میگه من یه حبیبی دارم عشقش کباب میکنه منو، کباب کردن باز دوباره گرما، یعنی این گرم بودن بر اساس یک امر گرم، بر اساس یک امر آتشین، اون یه استعاره بنیادی نیست که شما عشق رو میشناسید. و این بی سبب هم نیست، تجربه بسیار روانی ماست. کسانی که عاشق شدن وقتی ازشون بپرسی شما چه شکلی بود عاشقی، میگه یه مایع گرمی در درون من در حال سیال در واقع رفت آمد دوران بود. این تجربه بسیاری است که خیلی ها نقل کرده. دقیقاً باز دوره شما نگاه کنید، من همین الان یه استعاره دیگه برای شما گفتم. ما عموم احوالات و احساساتمون رو، خشم، حسادت رو، عشق رو، مثل یک مایع سیال میدونیم در درون خودمون، مثل این خونی که پمپاژ میشه، ما اینجوری تصویرش میکنیم در اون. وقتی عصبانی میشیم، وقتی میگیم یه خونم به جوش آمد، این استعاره بی سبب نیست که در درون ما جاری شده. یه استعاره خبر از تجربه ایست در درون ما که این رو میگیم. شما این امثال این تجربه ها، امثال استعاره ها که استعاره خیلی هاشم استعاره های به اصطلاح جهان شموله، راجع به خیلی از مفاهیم میتونیم به کار ببریم. از مفاهیم ساده مثل زندگی. شما زندگی، اگه شما فرزندتون از شما سوال کنه زندگی چیه، یکی از ساده ترین استعاره هایی که شما نفستون میتونی آزاد بکنی باشون اینه که زندگی مثل سفر کردن میمونه. شما اصلا شاید بدونی که بگین، بدونی که خبر داشته باشین، هم زندگی رو همین گونه میبینید. چرا؟ چون تجربه ماست. از نقطه آغاز میشه به نقطه دیگه میرسه. این همین تجربه سفر کردن ماست. مبدأ است و مقصدی است. یه راهی داره میره. چرا شما وقتی راجع به زندگی صحبت میکنی شبیه یه جادهش میبینی؟ مثل جاده که پر از دست‌اندازها چی هست؟ مشکلات زندگی شما. اینا همش ذهن استعاری شماست. با این ذهن استعاری شما استدلال میکنید. نه تنها استدلال میکنید، که زندگی روزمره‌تون رو پیش میبرید، هدایت میکنید. با دیگری بخواد تهاتو برقرار میکنید با همین استعاره‌ای که دیگری را متوجه میشه. اتفاقا چندان هم لازم نیست اتفاقا شما توضیح بدید. چرا؟ چون استعاره است که مشترک، یه تجربه مشترک. این قبیل استعاره‌ای که من برای شما الان مثال زدم، استعاره‌ای است که در واقع به یک معنا استعاره ناخودآگاه ما عموم آدمیان به خاطر تجربه مشترک تکاملی که داشتیم، عموم آدمیان وقتی درباره بالا سخن میگیم امور خوب رو به بالا نسبت میدیم. ما تقریبا در ادیان، در اخلاق، در سیاست، شما نگاه بکنید، یعنی کافیست قدری غور بکنید ببینید وقتی مراجع به امر بالا، وقتی راجع به یک چیزی که در بالا قرار داره حرف میزنیم، همیشه امور خوب رو دوست داریم به بالا نسبت بدیم. بالا بودن برای ما یه امر خوبی. شما اصلا مفهوم خوشحالی رو نگاه بکنید، خوشحالی همیشه با بالا بودن نسبت داره. شما از خوشحالی به پایین نمیپرید، شما از خوشحالی به بالا میپرید. شما وقتی حالتون خوبه، وقتی که میخوان به یکی احترام بذارید، قدر میکنید، از جاتون بلند میشید، شما نمینشینید. بلند شدن اصلا مصادف و مرادف با احترام گذاشتن یک مفهوم مثبته. شما مفهوم مثبت رو اتفاقا با بالا، در راجع به مفاهیم دینی هم همین گونه، شما بهش رو در ارتفاع میبینید، شما جهنم رو در قعر میبینید، در یک جایی که در قعر جایی وجود داره، در یک جایی که در پایینه. شما پایین بودن رو، سردنس و ناراحتی رو با پایین بودن نسبت میدید. وقتی که حالتون بده، اصطلاح انگلیسی که به کار میکردین چیه؟ میگه که من I feel down. من انگار حالا ما تو فارسی به کار نمیبریم، اما کمابیش در عربی هم همیشه به کار میبریم. شما احساس پایین بودن دارید. پایین بودن شما رو با غم‌آلود بودن در واقع شما میگه. این یه استعاره جذابی است که ما به کار میبریم. البته توضیحات تکاملی هم بر این استعاره ها آمده است. یکی از توضیحاتی که آورده اند این است که ما آدمیان برای اینکه بخوایم در طول تاریخ تکامل خودمون رو نجات بدیم از تغییرات آب و هوایی بسیار زیادی که بر ما حادث شده، همیشه به بالا بلندی ها پناه می بردیم و بلندی ها برای ما کم کم طبق تجربه انسانی و بدنی ما یک امر مثبت در درون ما تزریق شد. اما از این استعاره هایی که ناخودآگاه در درون ما ریزش کرده، یه قدری فاصله بگیرید که بسیار این استعاره البته مهمه. یه استعاره های دیگه هم هستش که ما خودمون آگاهانه خلق میکنیم. آگاهانه وقتی میخوایم درباره یه امر پیچیده‌ای حرف بزنیم، استعاره رو خلق میکنیم.
خب الان سخن برای چی؟ الان سخن ما درباره چیه؟ درباره یک مفهوم به غایت پیچیده است. مفهوم به غایت پیچیده به نام مفهوم خداوند. مفهوم اساسی، مرکزی و اصلی ادیان، به طور خاص ادیان ابراهیم است. من از اینجا بعد در واقع دارم ترکیب دو مفهوم راجع به الهیات حرف زدم، استعاره حرف زدم. میخوام این دو تا مسئله رو با هم در واقع ادغام کنم و به شما بگم در الهیات استعاری چه اتفاقی رخ میده. ببینید، ما درباره یک مفهوم پیچیده به نام خداوند صحبت می‌خوایم بکنیم. این مفهوم پیچیده نه فقط بنده و شما رو گرفتار کرده. سالیان، اگر به 2500 سال تاریخ اندیشه دست کم فلسفه نگاه کنید، نه تنها در فلسفه، در ادیان، در تاریخ دین، تاریخ فرهنگ‌ها، یکی از مفاهیم به غایت جدی و پیچیده است که بسیاری از متفکرین، متکلمین، حتی آدمیان عادی که روی کره خاکی پا گذاشتن، این مفهوم رو دوست داشتن بفهمن، دوست داشتن توضیح بدن، دوست داشتن از بعضی استعاره ها مدد بگیرن که این مفهوم رو توضیح بدن. مثل مفاهیم پیچیده‌ای که من برای شما عرض کردم، اگر به طور خاص درباره الهیات، درباره خدا بخواید حرف بزنیم، علی‌الظاهر شما ناچارید که رو به استعاره ها بیارید. شما تاریخ ادیان رو اگر بخواید از زاویه‌ای که من دارم حرف می‌زنم نگاه کنید، تاریخ ادیان تاریخ استعاره های گوناگونی است که اولیای خداوند، پیامبران استفاده کردن و به در واقع پیروان خودشون، به مؤمنین خودشون دادن. کافیه یه قدری دور و بر خودتون رو به استعاره ها نگاه بکنید، به زندگی خودتون نظر بکنید. من الان برای شما این استعاره رو میخوام چند تا مثال بزنم و بعد نتیجه‌گیری دیگه بکنم و سخنم رو تمام بکنم. این استعاره هایی که من الان جو صحبت دارم میکنم، استعاره هایی است که پیامبران در واقع بهش رسیدن، از این تجربه ای در واقع برآمده این استعاره، استعاره است که آگاهانه بهش رسیدن. اما کیست که اعتراف نکنه که استعاره هایی که حتی ما آگاهانه هم استفاده می‌کنیم، ربط و نسبتی با حال درون ما داره، ربط و نسبتی با تجربه و احوال زندگی ما داره که در درون ما رسوخ کرده و در استعاره های ما خودش رو پنهان میکنه، خودش رو نشون میده. شما اگر بخواید خبر بگیرید از خودتون، از تجربه درونتون، از احوالتون که چه داره بر شما میگذره، بد نیست غور کنید در استعاره هایی که به طور خاص در مثال ما درباره خداوند شما باش قبول دارید و میپرستید اون رو و باهاش زندگی میکنید. من راجع به امور دیگه نمیگم، به طور خاص الان فقط درباره استعاره های خداوند مثال میزنم. ببینید، من بذارید از استعاره های گوناگون استفاده کنم، چه در سنت ادیان ابراهیمی به طور خاص، حالا راجع به اسلام به طور خاص بیشتر حرف میذارم، اما سنت ادیان ابراهیمی رو در نظر بگیرید. ببینید، از استعاره ساده استفاده کنم که استعاره بنیادین و مرکزی می‌بینه مسیحیه. خب مسیح تجربه ای داشت، تجربه زندگی خودش در استعاره بنیادین دین خودش در واقع بنا شد. استعاره‌ای که تا همین الان هم در واقع به نظر من رکن رکین دین مسیحیت رو در واقع شکل داده. و اونم خداوند پدر است. که خب مثابه پدر، خدا به مثابه پدر شما بپرستین، از یک جایی برمیخیزه. تجربه‌ای بوده که مسیح رو و عیسی رو به این سو برده که چنین استعاره رو استفاده بکنه. اما نکته مهم، میدونیم اینجا چیه؟ مهم درسته استعاره است که مسیح استفاده کرده، اما یک نکته مهم اینجا اینه که استعاره هایی که شما استفاده میکنین یا پیامبران استفاده میکنن، اینا که لازمه میدارن. یعنی شما فقط یه استفاده نمی‌کنید یه استعاره فقط به خاطر اینکه زبانتون رو زبان فخیم کرده باشید، زبان جذاب استفاده کرده. نه، شما با یک جامعه ای طرفید، جامعه ای که میخواد شما بهش بگین خدایی که من دارم راجعش صحبت میکنم چیه، کیه، چه شکلیه. شما نمیتونید فقط راجع به یه مفهوم انتزاعی صبح تا شب حرف بزنید. شما اگر مثل فلاسفه صبح تا شب راجع به مفهوم انتزاعی حرف می‌زدید، هیچ دینی تقریبا پا نمی‌گرفت. معلومه که احتیاج دارید به استعاره‌ای که خداوند رو نشون بدید. شما وقتی میگید استعاره‌ای که خدا پدره، چه مفهومی، چه ملزوماتی این استعاره داره؟ یه لازمه خیلی ساده‌ای داره. لازمش همون چیزی که در زندگی شما رسوخ می‌کنه. و اون که شما فرزندشین.
به همین سادگی اگه خدا پدره و های اگر در مسیحیت مدرن البته خداوند مادر هم هست، یعنی هر دو استعاره رو به کار می‌برن، اگر خداوند والدین شماست، اگر پدر و مادر شماست، شما فرزند اوی. انتظار تجربی، انتظار روزمره‌ای که شما از پدر و مادر خودتون دارین در استعاره خداوند شما شکل می‌گیره و اونجا خودش رو نشون میده. اون تجربه شما از پدر و مادری کردن، از پدر و مادری که شما دیدین، اون تجربه در استعاره شما، در شناخت شما از خداوند خودش نشون میده. یکی از استعاره‌هایی است که بسیار در دسترس میکنه مفهوم خداوند. چرا میگم بسیار؟ چون خود همین در واقع در انجیل جناب مسیح استعاره دیگه‌ای هم به شما میگه. استعاره پیچیده‌تری است. به اون که خداوند عشق است. این که میگین God is love استعاره سختیه. استعاره اتفاقا در دسترس نیست برای همه. خود مفهوم عشق مفهوم انتزاعیه دوباره. یعنی اگه شما به کسی بگی خدا عشقه، شما امکان داره دوباره سوال بعدی بشه خود عشق چیه؟ و شما دوباره بعد صحبت کنید، دوباره استعاره دیگه بعد اتخاذ بکنید. میگین عشق چیه؟ اما وقتی شما میگید خدا عشقه، بالاخره حتی اگه سختم باشه یه ملزوماتی داره. شما وقتی میگید خداوند محبوب شماست، وقتی خداوند میگه معشوق شماست، دوست شماست، شما وقتی این استعاره رو در زندگی درونی میکنید، با این استعاره زندگی میکنید، بعد از یک مدتی جزء وجود شما میشه. انگار اون همون کنسرتی میشه که در درون شما، انگار اون طربی میشه که در درون شما در واقع برگزار میشه. شما شکل زندگیتون عوض میشه. شما وقتی خدا رو محبوبتون میدونید، معشوقتون میدونید، یعنی شما دوست میدونید، رابطه شما رابطه دوستانه است با اون. این استعاره زمین تا آسمان متفاوت از اونی که شما خداوند رو، چنانکه که در قرآن هم بسیار آمده، شما خداوند رو سلطان ببینید. شما وقتی خداوند سلطان که چندین بار تعبیرش در قرآن آمده، تعبیر عرش که در قرآن آمده، این که داریم در قرآن که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش، یعنی خدا روی عرش نشست. یه عرشیست خدا، یه تعبیر سلطان که باز بر خدا آمده، بماند که از بعضی از در واقع مفسرین و مترجمین سلطان رو همیشه سلطان تجربه نمی کنه، اما از یه تجربه ای آمده، تجربه پیامبرانه است، تجربه ای که پیامبر اسلام داشته محتمل و ریزش کرده در قرآن. ولی این یه تجربه ایست، یه استعاره ایست که وقتی شما این استعاره رو درونی سازی بکنید، کم کم وقتی جزء شما میشه، درون شما در واقع ریشه میدونه، زندگی شما به اون سمت هدایت میشه، به اون سو میره. خداوند وقتی سلطان میره، خب یعنی چی؟ یعنی شما برده این لازمی اون، شما عبد هستید این لازمی اون. یعنی خداوند اتفاقا میتونه بعضی موقع بر شما امکان داره خشم بگیره، شما اتفاقا یه جاهای اتفاقا میتونه از خداوند بترسید. اینا همه لازمه اون استعاره است که شما اگر در درونتون در واقع جذبش بکنید، باهاش زندگی بکنید، زندگیتون به اون سمت در واقع به اون سمت میره. وقتی که شما خود مدام مثل سلطان ببینید، یا به تعبیری که مولانا آمده است، خود مدام مثل شیر ببینید که جزء تسلیم و رضا کوچاره ای در کف شیر نر خونخواری، وقتی خداوند شیر ببینید که یه جایی نشسته و هر آن امکان داره شما رو در واقع بدره، خب این امکان، بله این امکان داره یکی از صفات خداوند باشه. بله، یعنی این مهمه که شما در واقع بدونید که این استعاره های گوناگونی که ما از خداوند داریم، بله هو اسماء الحسنا، خداوند اسماء خوب داره. این معنیش نیست که خدا اسماء بد نداره. شما اصلا صفات گوناگون به خدا میتونید نسبت بدید، همون تعبیری که نزد متکلمین آمده که صفات جلالیه و در واقع جمالیه. صفات جلالیه داره، صفات خشم خداوند داره، قهر خداوند داره، صفات جمالیه هم داره، صفات خوب هم داره، اسماء الحسنا هم داره به تعبیر قرآنی. اما وقتی شما این مهمه، این که شما استعاره های گوناگون تو این عالم آمده، پیامبران گوناگون با استعاره های گوناگون آمده، این سر جای خودش، تجربیات خود پیامبرانه. اما ببینید یه نکته این وسط مهمه، ما هم برای خودمون استعاره هایی میتونیم داشته باشیم. البته مهمه، گفت چون که گفت خوشتران باشد که سر دلبران گفت آیات بیس دیگران. درست، خوبه که ما پیامبرانی داریم به تبعیت کنیم، استعاره هایی آوردند به ما، کمک کردند در این هم. اما این به این معنی است که استعاره هایی که پیامبران آوردن استعاره های نهایی است، ما خودمون استعاره نمیتونیم داشته باشیم؟ نه، این استعاره تا بی نهایت میتونه بره. البته امکان داره شما بگید بعضی استعاره های بی خودیست درباره خداوند، یا خیلی مفاهیم. بله درسته، شما شاید بگید بعضی استعاره ها به اصطلاح مناسب نیست، استعاره هاییست که کار نمی کنه.
من امکان داره به شما بگم خداوند محبوب، معشوق، برای زندگی شما مناسبه، به درد زندگی شما میخوره. شما وقتی این استعاره در درون خودتون در واقع باهاش کار میکنید، احساس زندگی بهتری دارید. وقتی من به شما میگم استعاره مثلا خدا مثل یک مبارز، یک انسان جنگجو میمونه، چیزی که در واقع در تورات آمده، در آثار حتی بعضی از عرفا هم آمده. شاید شما به این استعاره من بر نمیتابم، این استعاره زندگی من رو سامان نمیده. من به شما بگم الله نور السماوات و الارض، وقتی خدا من رو مثل نور میبینید، این استعاره درجه یک قرآنه، شاید این استعاره برای شما خوب میفته. وقتی شما خدا من رو نور ببینید، لازمه این سخن چیه؟ یعنی شما سایه این، شما سایه اون نوری، سایه افتادین که در واقع خداوند در واقع نوریست که بر شما تابیده. انگار خداوند در درون شما رخنه کرده، همون که مولانا با ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نی تو زاری میکنی، اصلا تو این، اصلا انگار ما یک کسی هستیم که تو در ما در واقع فوت میکنی، تو در واقع در ما در واقع میدمی. حالا در واقع همین سخن هم استعاریست، البته همین بگیم من میدمی، ولی مهم اینه که این استعاره یک نتایج و در واقع لازمه ای داره برای خود، برای شما. شما امکان داره خداوند رو صخره ببینید، چون که در انجیل اومده خداوند مثل صخره میمونه، خدا یعنی پشت و پناه شما، در واقع مثل همون خدا مثل پدر میمونه است. شاید بگید این استعاره درد زندگی من میخوره، زندگی من رو سامان میده، اما مهم اینه که شما باید به سر وقت خودتون برید ببینید چه استعاره ای از خداوند رو برگزیدید. خیلی از اوقات شما خبر ندارید با چه استعاره زندگی میکنید، نمیدونید خداوند رو چه جوری در واقع دارید میخونید. این استعاره به شما تزریق شده، طبیعیش در زندگی شما از طریق تربیت شما این استعاره ها بدون که خبر داشته باشید در درون شما ریزش کرد. اما یه موقعی هست شما یهو پی میبرید به اینکه این استعاره خوبی برای من نیست. من دوست ندارم خدایی رو بپرستم که سلطان باشه، دوست ندارم خدایی بپرستم که من دائما همش از او بترسم. و اینجاست که شما به یک به حالت به اصطلاح آگاهی میرسید، به خودتون فکر میکنید که من از این استعاره میخوام به یه استعاره دیگه هجرت کنم. کاری که شبان میکرد، کاری که شبان آخر داستان به موسی میگه من اسبم برگشت، من حالم عوض شد، من دیگه اون استعاره به درد من نمیخوره، الان من عوض شد، تجربه من عوض شد، استعاره من هم عوض خواهد شد. برعکسش هم هست، وقتی استعارتون رو عوض کنید حالتون عوض میشه. امکان داره شما یک لحظه به خودتون بگید نه من یه استعاره دیگه میخوام. اصلا فرض کنید براتون مثال ساده‌تر بذارم، شما فرض کنید یه انسانی هست که در پی کارهای خلاق، شما آدم هنرمندی، فرض کنید هنرمندانی که جذابترین صفات خداوند که اونها دوست دارن در واقع استفاده کنن، بپرستن، در خودشون در واقع رشد بدن، صفاتی است که خلاقیت خداوند، یه خدای خلاق رو دوست دارن، خدای خلاق رو سرم بپرستن. اتفاقا خدایی است که به درد زندگی هنرمندان میخوره. شاید یه هنرمندی در طول زندگی خودش از طریق پدر مادرش، مدرسهش به او القا شده بوده، تزریق شده بوده، خدایی که این پرستیده خدای سلطانوار بوده، خدایی بوده که اتفاقا او رو به یک معنا این استعاره رو زمینگیر کرده بوده. یک مرتبه فرض کن این فرد به یک آگاهی میرسه، یک مرتبه انگار یک هجرتی صورت میگیره، از استعاره به استعاره حال او عوض میشه و استعاره است که خدا سلطانه، برمیگره به استعاره که خداوند خلاقه. ببینید تمام این استعاره ها سر جای خودشه. شما به این معنی نیست که اگر شما یه استعاره برگزیدی که استعاره است در قرآن نیامده، به این معنی است که شما کار خطایی کردید. قرآن یه استعاره به شما داده، انجیل اینا تجربیات پیامبران گوناگون بوده که برام آوردن، اما این معنی است که اینا تمام استعاره هایی است که در این عالم آمده. نه، الالعبد ما استعاره میتونیم درباره خداوند، درباره مفاهیم پیچیده‌ای که در واقع به یک معنا از ذهن و ضمیر ما، به یک معنا در واقع چشمان ما غایب، مفاهیمی که در واقع ما اونها رو نمی‌بینیم، مفاهیمی که پیچیدن برای ما میتونیم استعاره‌های گوناگون خلق کنیم. ببینید به یک معنا ما درباره این مفاهیم انگار گویی همیشه در یک نوع از تاریکی قرار داریم. شما نمیتونید بگید یه جایی استعاره کشف شد، ما به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. نمیتونید بگید این پایان نیست، تمام استعاره های دیگه استعاره بی خود، همین استعاره کافی است برای ما. این استعاره ها نه تنها آدم سازن که تمدن سازم هستن، استعاره های گوناگون آدمیان گوناگون درست کرده، احوال گوناگون و احوال گوناگون جمع شده، تمدن های گوناگون درست کرده. شما اگر بخواید به استعاره هایی که در تمدن های گوناگون آمده اتفاقا در واقع رجوع کنیم، پیدا کنیم، اون هم یک کار به نظر من جذاب و بسیار مهم دیگه. من اجازه بدید دامن سخن رو بچینم و دیگه سخن رو تمام بکنم. ببینید من
خلاصه میکنم سخن رو، ببخشید خیلی مفصل و طولانی شد، شما رو هم خسته کردم. من از الهیات آغاز کردم، برای شما عرض کردم که الهیات در نظر من در این سخنان سخن گفتن درباره خداوند یا با خداوند. به هر شکل مفهوم خداوند مفهوم مرکزی است در بحث الهیاتی. این الهیاتی هم که من به سخن میگم الهیات فلسفی نیست، الهیاتی است که همه ما در درونمون جاری و ساری است. ما هممون برای خودمون الهیاتی داریم و اتفاقا من دوست داشتم این الهیات رو درش به اصطلاح نوری بتابونم و حواسون به الهیات درون خودمون جذب کنم. چجوری این کارو کردم؟ از طریق استعاره ها، از طریق منظور خاصی که از استعاره ها داشتم، استعاره هایی که به اصطلاح بهش استعاره های مفهومی میگن، استعاره که ما از طریق یک مفهوم ساده تر، مفهوم پیچیده تر رو درک میکنیم. برای شما آوردم که خیلی از این استعاره ها استعاره های ناخودآگاه ماست. مثال هایی برای شما دادم، استعاره ناخودآگاهی که ما باهاش زندگی میکنیم، باهاش شعر میگیم، باهاش احیانا حتی استدلال میکنیم. همین الان که من حرف میزنم هم ناخودآگاه کلی استعاره به استعاره دارم استفاده میکنم. وقتی که درباره این که من اول سخنم به شما گفتم دارم ادعای خودم رو بر کرسی می نشونم، ادعای خودم رو دفاع می کنم، دفاع کردن از ادعا یکی از مهمترین استعاره های آنکانشس و ناخودآگاه ماست. این که فکر می کنیم دلیل آوردن مثل رفتن در جنگ می ده. این که شما دفاع می کنید، شما حمله به من می کنید، این از استعاره های ناخودآگاه است. اما ما استعاره های خودآگاه هم داریم، استعاره هایی که خودمون خبر داریم، استعاره هایی که خودمون می سازیم، استعاره هایی که به طور خاص من به طور خاص در این در واقع جلسه درباره مثال در الهیات در تمدن‌های دینی گوناگون بلخص ادیان ابراهیمی رو جوش دست گذاشتن، مثال‌های گوناگونی که پیامبران آمده این استعاره ها رو برای ما آوردن برای شما زدن. این استعاره البته خبر از یک احوالی میده، خبر از یک درونی میده. استعاره ها در خلأ رشد نمی کنن، استعاره ها در تربیت ما وقتی ما رسیدن در یک تربیتی در یک فرهنگی ما اینها رسیدن. این تربیت و فرهنگ البته استعاره های نهایی نیست، ما این استعاره رو میتونیم عوض بکنیم، ما استعاره رو میتونیم تغییر بدیم، هجرتی بکنیم از استعاره به استعاره دیگه. به هر سو من نکته اولینی که آوردم رو دوباره تکرار میکنم، همون که آوردم من عرف نفسه و فقط عرف ربه و آوردم، ما میتونیم از استعاره هایی که درباره خداوند کار میداریم خبر از درونمون بگیریم. خبر از درون گرفتن یکی از مهمترین کارهایی است که بهش توصیه شده، حتی اون رو عبادت دونستن. یعنی اگر یکی از عباداتی که در واقع ما متدینین کسانی که میخوان انجام بدن اینه که خودشون رو بشناسن، و چه بهتر و چه ساده‌تر و چه دقیق‌تر این که ما از طریق استعاره هایی که در واقع استفاده میکنیم و به طور خاص استعاره های الهیاتی که استفاده میکنیم و خداوند رو بهش میخوانیم یا با اون زندگی میکنیم خبر از درون خودمون بگیریم. امیدوارم که سخنان من قابل فهم بوده باشه. خیلی خیلی ممنونم از حسن اسکا و اسماء دوستان. حتما دوست دارم که نظر دوستان رو جویا بشم، اگر کامنتی، اگر ابهامی، اگر نکته‌ای هست در خدمت شما هستم. باز هم سپاسگزارم، وقت همه دوستان بخیر باشه. خیلی ممنون آقای دکتر دباغ، بسیار استفاده کردیم. زنده باشید، سلامت باشید. دوستان همونطوری که قبلا هم توضیح داده شده در جلسات قبلی، اگه در قسمت پارتیسیپنت برین دکمه ریز هند رو بزنین، من متوجه میشم که کی سوال داره و میکروفون رو آن میوت میکنم. الان نفر اول آقای منصور هستن. من آقای منصور رو آن میوت میکنم که بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام و درود خدمت شما. بسیار سخنرانیتون مفید و با ارزش بود، من لذت بردم. محبت. فقط یه سوال برای من اینجا مونده که از زبان استعاره درون آدم ها رو نشون بده فقط برای خودش، برای خودش این قابل قبوله، ولی ممکن هست کسی بیاد از زبان استعاره استفاده کنه و برای دیگران بگه و این قلقشی درونش باشه و با اون زبان استعاره اون چه که درونش هست دیگه اون نشون نمیده، یه چیز دیگه نشون میده. آیا این برداشت ببینید هست؟ زنده بود. خیلی فوق العاده ممنونم، این توضیح خیلی خوبه. یعنی خوب شد که من اعتماد کردم. ببینید اتفاقا استعاره ها قلقش درون ما رو نشون میدن، اما با توضیحی که الان خدمتتون خواهم گفت. ببینید ما استعاره هایی داریم، من از مثال ساده به شما بگم. ببینید از مثال های تجربی، کسانی که پیش روانکاو میرن که در واقع روانشناس یا اصلا که پیش روانکاو هم نمینی، خودتون در واقع به اصطلاح سلف تراپی، خود درمانی میکنین، این تعبیری که
فروید در آثارش آورده تعبیر خیلی جذابی است، که ما خودمون رو باید باستان شناسی کنیم، باید حفاری کنیم درونمون. ببین وقتی شما خودتون رو حفاری میکنید، با خودتون صادقین، به استعاره های درونتون پی میبرید. این کار رو روانکاوان هم میکنن. چی کار میکنن؟ میگن وقتی شما حرف میزنید، وقتی شما با خودتون حرف میزنید، بدون سانسور حرف بزنید. این خیلی اتفاقا سخته واقعا. یعنی انقدر ما آدمیان در طول تاریخ اجتماعی که داشتیم، با مغز اجتماعی که داشتیم، ما عادت داریم که خودمون رو سانسور بکنیم. این طبیعت ماست. طبیعت ماست که ما وقتی که با هم کنار هم زندگی میکنیم، همه آنچه که در درونمون میگذره رو به همدیگه نگیم. چون اگر بگیم خب سنگ رو سنگ بر نمیشه به همین سادگی. شما یه لحظه فرض کنید که همین الان که شما سخن رو بندرش میدید، همه این دوستان شاید به خودشون یک لحظه تصور کردن که من اینجا حرفای خیلی بیخودی زدم. خب بلند نمیشن به من بگن یا نمینویسن به احتمال. درون خودشون نگران میدارن همه اینا. یعنی همین سانسور کردن. اما شما یا وقتی پیش کسی دیگه یا روانکاو ببینید، خیلی از اوقات به شما میگن شما نباید این کارو بکنید. یه تمرینی میخواد. یه تمرین خیلی مهمی هم هست که شما وقتی درباره امری فکر میکنید، درباره واقعی فکر میکنید، استعاره ای رو پیدا میکنید، ازش استفاده میکنید، خودتون سانسور نکنید. اون استعاره ها اتفاقا علاقش درون شما رو نشون میده. ما از طریق خواندن متون، از متون دینی به طور خاص اینجا، و موقعی که تجربیات دینی گوناگون آدمیان داشتن، تجربیات دینی یکی از اون تجربیات هست که خیلی به شما نزدیکه، به درون شما نزدیکه. تجربیات هست که شاید حتی در تجربیات عجیب غریبی باشه. شاید امکان داره شما مثلا خانوم جنت ساکسیس، یکی از متألهین معروف دانشگاه کمبریج، در آثار خودش آورده که من زیر دوش حمام خداوند رو حس کردم. یک احساس غریبی من دست داد. احساس کردم که زیر دوش حمام یک دستی دور بدن من رو گرفت و من یک تجربه عاشقانه داشتم. ببینید این تجربه عرفانی، تجربه دینی، هر اسم براش می‌خوایم بزنیم، به شما، به درون شما نزدیکه، نزدیکتر در واقع. تجربه کمتر سانسور شده است. البته میدونم به محض اینکه به زبان بیاد سانسور سر جای خودش میاد. یعنی ناچاریم، یعنی ما وقتی که در مرحله زبان وقتی وارد میشیم، زبان ناخودآگاه خودمون رو سانسور میکنه. تا جایی که ممکنه اگر ما خودمون سانسور نکنیم، بله، استعاره از قلقش ما خبر میده. در متون دینی ما فرض میگیریم استعاره هایی که آمده، تجربیاتی که پیامبران آوردن، تجربیات خالصانه اینها بوده. یعنی اگر شما فرض بگید که این تجربیات به اصطلاح روپوش شده است، با پر است از کاور، با پر است از احیانا در واقع سانسور شده، خیلی از تفاسیر ما متفاوت میشه. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل شعر، مثل دیوان حافظ. شما دیدید ما چندین نسخه ازش داریم. مثل یه دیوان حافظ میمونه که شما یه شاعری مثل حافظ هی برگرد شعرشو عوض بکنه، هی برگرد با خودش بگه نه این یکی خوب نیست، این یکی خوب نیست. ببین وقتی شما اینکه میگین خوبه، یعنی به یک معنی خودتون سانسور میکنید، یعنی فکر میکنید اون یکی خوب نبوده، این یکی خوب نبوده، این تعبیر درست نیست. شما فرض کنید شعری بیرون میریزه از شما، شما دیگه برنگرده. چیزی که دست کم درباره مولانا آوردن و گفتن که بر نمیگشت که اصلاح کنه خودشون. شما اینجوری خبر و این متونی که شما مثل این متون مثنوی میخونید، شما خبر میگیرید از استعاره ها، استعاره هایی که در واقع حالا چه قلقشی هست چه اتفاقا نیست، هر دوش رو خبر میگیرید. اما فرض شما اینه که صادقانه با این استعاره ها در واقع شما درگیرید، حالا چه با خودتون چه با دیگری. نمیدونم در واقع پاسخ سوالتون رو دادم. ایشون الان اگر که قانع نشدن میتونن دوباره دستشون رو بلند کنن، من ببینم که آن میوتشون کنم. نفر بعدی خانم مژگان، بفرمایید. سلام علیکم آقای دکتر، خیلی ممنون. سلام و درود خدمت شما، زنده باشید. من یه سوالی برام پیش اومده بود، این که این به این شکلی که شما فرمودین در مورد استعاره ها، یعنی که مثلا در مورد ترک مفهوم خدا، ما به خودمون برگردیم حفاری کنیم ببینیم که ما چه درکی رو از خدا داریم. خودتون تو صحبتتون هم گفتین خیلی از چیزایی رو که ماها در واقع بهش
فکر میکنیم درک خودمونه، چیزایی هستش که تو فرهنگ یا تو پدر و مادر یا تو دین به ما دادن، این چیزی نبوده که حالا ما خیلی هم روش فکر کردیم، یا همونجور که خودتون گفتین مثلا اون شاعر و هنرمند مثلا تو بچگی بهش اینو گفته شده و not necessarily حالا این اگر بخواد بشینه و خودش رو حفاری بکنه و به اون چیزها برسه تجربه خود اون فرد بوده. بعد حالا اگر بیاد به اینجا برسی که شما مثلا گفتین که ببینه که کدوم به اون میخوره و کدوم به دردش میخوره و از اون رو در واقع استفاده بکنه، اون وقت این مشکل پیش میاد که حالا چه میزانی ما برای سنجش درستی اون فکری که ما فکر میکنیم تجربه ماست، یا حالا اینکه نه یه چیزی بوده خیلی ها به ما گفته شده و این چیزا هی اومده و حالا ما این رو قبول کردیم. این شکلی که شما در واقع اینو به صورت استعاره به صورت تجربه درونی گفتین، گویی که همه افراد یه جور تجربه پیامبرانه، یه جور تجربه نسبت به فهم خدا دارن، یعنی این گیونه، ما فقط برگردیم به خودمون ببینیم ما چه تجربه داریم و چه تجربه هامونو قربال کنیم، کدوم به دردمون میخوره، اگه نمیخوره مثلا عوضش بکنیم. من یه ذره تو اینجا گیج شدم در واقع، اگه بشه توضیح بدید. حتما خیلی ممنونم. حتما من به تو موضوع مشکل در واقع زبان من بود، به اجازه بدید توضیح بدم. دو تا نکته بود، نکته خیلی خوبی هم هست، یعنی شاید بتونم بگم سخت‌ترین نکته ایست در باره بحث استعاره که اتفاقا به یک معنا من سعی کردم تردستی بکنم و اتفاقا راجبش بحث نکنم به خاطر اینکه خیلی بحث مصطفی طلبه، اما خوبه که حتما سوال کردی و من اتفاقا من رو به اصطلاح به دام انداختیم که راجبش صحبت بکنم. ببینید، ما استعاره هایی داریم که بله در تربیت ما آمده، تجربه ما آمده، از فرهنگ ما آمده و در ما ریزش کرده. همه ما از پدر مادرمون گرفتیم، از مدرسه ای که آمدیم، از تجربه ای که آمدیم. اگر در کشور دیگه، در مدرسه دیگه، فرهنگ دیگه، خانواده بودیم، محتمل خیلی از استعاره های ما درباره خداوند به طور خاص در مثال الهیات استعاری متفاوت بود. البته شاید هم نبود، یعنی اینم بعد عرض بکنم، ما به خاطر اینکه در ادیان وقتی که حرف می‌زنیم خیلی استعاره های مشترک درباره خداوند داریم. یعنی مثلا اگر در مدرسه اسلامی شما درس بخونید، چه مدرسه اسلامی در ایران باشه، چه احیانا در کویت باشه، چه احیانا در همین لندن باشه، مدرسه اسلامی شما برین، خیلی استعاره های مشترکی است در واقع وجود داره و کودکان درس میدن. اما فرض کنید تمام این استعاره ها به ما تزریق شد. بسیاری آدمی ها رو این کره خاکی هستن که استعاره ها رو تزریق بهشون میکنن، تمام میشه، استعاره ها زندگی میکنن و میرن، هیچ اتفاقی نمیفته به هیچ عنوان. ببینید، شما اگر یک مسئله شما رو نگزه، به اصطلاح اگر شما مسئله نداشته باشید، به سر وقت استعاره تو نمیرید. ببین که من به شما میگم که بعد حفاری کنید، این یکی از سخت‌ترین کارهای واقعا این عالمه. عموم آدمیان این کارو نمی‌کنن چون احتیاج به انرژی خیلی زیادی داره. یک وقتی هستش که شما دچار مشکل میشید با استعاره که هستیم که خیلی روشنه. شما فرض بکنید که من یک استعاره‌ای بهش قائلم که خداوند برای من خدای سلطانگونه است که بسیار قهار است و اتفاقا من آنی تمام آن زندگی من اینه که فکر می‌کنم خداوند می‌خواد از من انتقام بگیره. هستا، من اینو از خودم نمیگم، واقعا من برخواد چون از فرهنگ مدارس مذهبی آمده میدانم این نکته استعاره است که در خیلی از مثلا بچه هایی که در واقع همکلاس من بودن رسوخ کرده از ذهن اینها. این با چنین استعاره ای با چنین تصوری از خداوند زندگی میکنن، یک جایی این خدای ترسناک به اصطلاح گریبان شما رو میگیره، شما زندگیتون رو آشفته میشه. یه موقعی هم نمیگیره، موقعی که آشفته میشی شما یهو به فکر میفتی که من چیکار باید، که من توضیح میدم عموم آدمیان خبر ندارن که حالا اسمش استعاره است، یعنی تصورم از خدا باید عوض بکنم. حالا میرسیم به نکته دوم شما، یعنی فرض بکنید طی یک حادثه‌ای، طی یک تجربه دینی، طی یک واقعه‌ای، فرض کنید واقعی که مدرد مثل یک تصادفی کسی میکنه، یک کسی رو از دست میده، معمولا اینا تصادف حزننگی، یعنی واقعی حزننگیزی هم هست که در واقع احوال آدم رو متغیر میکنه. به یک مرتبه گمان میکنه که عجب، من این خدایی که من دارم صبح تا شب باش حرف میزنم، باهاش زندگی میکنم، این اصلا سزاوار پرستش نیست برای من. برای من یعنی چی این سخن؟ ترجمه این سخن یعنی استعاره این خدا به درد من نمیخوره. یک موقعی اینطوری است، یه موقعی هم نه، یه آدمیانی هستن که درباره دین فکر میکنن، درباره دین فکر، یعنی خدا فکر میکنن، یعنی بدون اینکه حادثه‌ای براشون رخ داده باشه
راجب این فکر میکنم که من الان چی کارم تو این دنیا، من با چه خدایی در واقع دست به گریبانم، با چه خدایی دارم زندگی میکنم، حتی بدونی که حادثه باشه. این آدمیان البته جزو نوادرن، بسیار نوادرن، و البته به نظرم جزو واقعا اگر حدیث معروف به حضرت علی رو بپذیریم که یکی از مهمترین عبادت ها تفکر باشه، یکی از مهمترین عبادت هایی که تفکر درباره احوال خود آدم است، و البته سخت‌ترین عبادت ها هم هست واقعا. پس ببینید، من تا اینجا این نکته اول توضیح دادم برای شما که یعنی امیدوارم باز کرده باشم که بله، این تجربه ها، این استعاره ها درون ما ریزش میکنه، خیلی از اوقات ما ازش بیخبریم، عموم آدمیان بیخبرند و بیخبر خواهند رفت از این عالم. یه عده‌ای طی حادثه ای خبردار میشن، یه عده‌ای هم نه، بدون حادثه خودشون آمدن غور میکنن در خودشون، حفاری میکنن و اتفاقا هر از گاهی استعاره شون رو نو میکنن، ایمانشون رو نو میکنن. این کار سختی است، کاری است که همگان نمی‌کنن. اما فرض کنید که حالا شما چه حادثه رخ داد چه خودتون می‌خواید استعاره‌تون رو عوض کنید. سوال بعدی که سوال سخت، ما کدوم استعاره رو برگزینیم؟ چه استعاره خوبیه؟ چه استعاره مناسبیه؟ آیا ما معیار داریم؟ آیا ما محک داریم که بیام لیست بکنیم؟ من الان برای شما یه لیستی از استعاره‌ها بگم این لیست استعاره‌ای است درباره خداوند، شما یکی از اونها انتخاب بکنید. آیا اینجوریه؟ من یه معیار دارم مثلا تیک بزنم؟ ببینید، بعد پاسخ من صریح نه. ما اگر منظورتون یه معیار تجربی است که مثل این مونه که آب سر 100 درجه میشوشه، نه، همچین ما نداریم. ما چنین تجربه انسانی درباره استعاره خداوند نداریم که بخوایم ذیل اون یه فرمولی باشه، یه باکسی باشه، شما اینپوت داشته باشید، آوتپوت داشته باشید، بگی خیلی خوب، این استعاره در واقع درآمد، همچین چیزی نداریم. پس چیکار باید بکنیم؟ ببینید، ما یه معیارهایی داریم، میتونیم بگیم استعاره‌های خوبی نیست به این معنا که اخلاقا نارواست. یعنی یه معیار اخلاقی داریم. یعنی شما میتونید بگید من یه استعاره‌ای درباره خداوند برگزیدم. نقد استعاره‌ها اتفاقا یک صفت، یکی از مهمترین کارهای ماست، یه فعالیت دینی ماست. شما امکان داره یه استعاره درباره خداوند الان درست بکنید در ذهنتون، در خلوت خودتون. یعنی این تجربه شماست، این که شما فرمودید هر کدوم ما میتونیم یه پیامبری بکنیم. بله، به این معنا. چرا نه؟ مگه ما چه کمی داریم؟ ما نمیتونیم استعاره خلق کنیم؟ خب ما هم میتونیم یه الهیات درست بکنیم، نه اینکه دعوی پیامبری داشته باشیم، اون یه بحث دیگه است، ولی اینکه در باطن خودمون بتونیم به خداوند استعاره رو خلق بکنیم. چرا نه؟ کی جلوی ما رو گرفته که این کارو بکنیم؟ نه تنها جرم نگرفته که مطلوبم هست این کار رو کنید. پس ببینید، شما یه معیارهای اخلاقی، مثلا میام فرض کنید شما بگید من یه استعاره دارم، استعاره که خداوند رو به مثابه یه قصابی میبینم که هر وقت که دلش بخواد میخواد همه رو بکشه، میتونه همه رو بکشه، هیچ مشکلی هم نداره، معیاری هم برای کشتن نداره. خب شما میتونید این استعاره نقد بکنید. درسته، من میدونم در معنای عرفانی کلمش آمده است، حتی در مثنوی آمده است، ای قصاب عاشقان، یعنی این تعبیر، ولی شما به معنای نابردان داشته باشید، این که خدا یه قصابی استعاره است، خداوند جلاد است، و بگید خدا هر چی دلش بخواد میتونه برای بندگانش رفتار کنه. خب این شما میتونید نقد اخلاقی بکنید. من یه مثالی برای شما بزنم. یادم یکی از تحصیل، یکی از همکلاسی داشتم که اهل لیبی بود. اصطلاحاً ما میگیم که در واقع جزء خیلی تمایل زیادی در واقع به اسلام به اصطلاح فاندمنتالیستی داشتیم. او به من وقتی که بعد اون موقع که با هم حرف میزدیم بحث میکردیم، به من میگفتش که ببین فلانی، من وقتی توی حیات دانشگاه راه میرم، این همه آدمیان رو میبینی که الان دارن راه میرن، این آدمیان، دختران، پسران، اینا همه هیزم های جهنم هست. یه جهانبینی برای خودتون درست کردی. تو این جهانبینی شما آدمیان هیزم هست، یه جهنم هست و خداوندی بود داره که این آدمیان رو میبینید. شما میتونید نقد اخلاقی بکنید در واقع استعاره رو. اینو دیگه میگه. یه معیار دیگه میگم، چون بحثش خیلی طولانی و مفصل، یه معیار دیگه که خیلی مهمتره که برمیگره به نکته دیگه سخن شما. من اصلا سخنم هی گفتم استعاره مناسب درون شما. این تعبیر مناسبت که من عمدن هم به کار میبرم به خاطر ببینید، این مناسبت فرهنگی است، مناسبت در واقع به یک معنا دینی شماست.
شما مناسب تجربه شماست، امکان داره شما یه تجربه اومد بشین، یه استعاره‌ای به شما نخوره به اصطلاح، مناسب شما باشه، فیت نباشه به اصطلاح با زندگی شما. بعد شما امکان داره من بگی خب من کجا اینو بفهمم؟ دو تا راه داری. یه راه اینه که خب قبل از ما کلی آدم اومدن استعاره ما دادن، ما از این خوبت یاد بگیریم، شرط عقلانیته. اگه این همه آدم اومدن تلاش کردن و استعاره دادن، خب ما به استعاره اینا نگاه می‌کنیم میگیم که خیلی خوب شما تجربیاتون استعاره است، کدومش ما میخوره، کدومش به نزدیک ما، کدومش به درد ما میخوره. این یه راهه. یه راه دیگه هم که راه سخت‌تری است، تجربه این استعاره هاست، هجرت از استعاره به استعاره دیگه است. راه دیگه ای نیست. شما فکر نکنید معجزه ای امکان داره بشه. درسته بودن کسانی که اتفاقا یک معجزه ای که اسمشش اگه شما بذارید، یک تجربه دینی به یک باره یک استعاره در اون حلول کرده، به یک مرتبه استعاره به اون در واقع هجوم آورده و با اون استعاره باقی زندگیشون رفتن. اگر پیش اومد که حوال مراد عمل مطلوب عالی فوق العاده، اما یه موقعی پیش نمیاد. اگرم پیش نیاد خب شما باید تجربه کنید. تجربه یعنی چی؟ یعنی تماما دائما کار ما در این عالم هجرت از استعاره به استعاره است، تا اینکه یک موقعی شما احساس می‌کنید استعاره مثل یه لباس که خوب به تنتون می‌نشینه، یه خوب همچی فیت تن شما ساخت، برای زندگی شما خوبه، امور پیشبرد برای امور زندگی شما به کار شما میاد، خلل ایجاد نمی‌کنه، دغدغه ایجاد نمی‌کنه، به اصطلاح دست انداز ایجاد نمی‌کنه برای شما. به این معنا من میگم مناسبه. من تلاش کردم نه فقط راجع به دین، استعاره‌ای که ما در علم داریم، در اخلاق داریم، این سوال اونجا هم وارده، چه استعاره‌ای خوبی است، استعاره نادرست چی؟ یه هم این نکته وارده، بس پیچیده‌ای هم هست. من تلاش کردم با چند تا مثال دست کم تا حدی بتونم در دسترش بکنم. امیدوارم که پاسخ داده باشم سوالتون رو. اگر ابهامی بود در خدمتتون هستم. خیلی ممنون آقای دکتر. خانم شهره نفر بعدی هستن. با سلام و عرض ادب و تقدیم. سلام و درود خدمت شما، زنده باشید. خیلی ممنون از سخنرانیتون جناب. من اولش مونده بودم که خدایا این استعاره، اصلا کلمه استعاره یعنی چی؟ و بعد طی صحبتاتون و البته جوابهایی که به دوستان دیگر دادین، من به یه درکی از استعاره رسیدم که این استعاره در واقع همونیه که ما شناخت از خدا می نامیم، اون شناختیه که ما از خدا داریم. خدا رو در واقع به چه نام و صفت و چه موجودی میشناسیم. درست میگم؟ صفاتی که ما به خداوند نسبت میدیم در واقع یک نوعی از شناخت استعاری ماست. یعنی من سخنتون رو دقیق‌تر بیان میکنم، درست به صاحبه، نه اینکه استعاره ها همان شناخت خداونده، ما از طریق استعاره ها خداوند رو میشناسیم. بله درست. حالا من به تجربه خودم این بوده که من با شناختی که از خدای خودم میگیرم و به وجود میارم، در همون رابطه استعاره های من عوض میشه. من اینجور میبینم. یعنی من ببخشید، من میتونم بپرم واسه سوالش، میتونم مثال هم بزنید از استعاره هایی که درباره خداوند شما عوض کردی؟ چه استعاره هایی بوده؟ ببینید مثلا خیلی قدیما که اولش شروع کرده بودم و جوونی و اینا، مثلا خب هی کنکاش میکردم خدا چیه، خدا چیه. بعد منم مثل بقیه فکر میکردم که خدا یک موجودیه در آسمان هاست و از من جدای، از این جهان جدای و داره اون بالا همه رو واچ میکنه و تصمیم میگیره و کرییتمون کرده، ولی اون بالا همه چی رو زیر کنترل داره. بعد یواش یواش که رابطه‌مو با خدای خودم گسترش دادم و شناخت، البته من اسمش رو میذارم شناخت عمیق‌تری شاید پیدا کردم، به این نتیجه رسیدم که نه، خدا از هیچ چی جدا نیست. ما همه چی رو میبینیم، در خدا میبینیم، خدا رو در همه چی میبینیم تو این دنیا. و خدا تبدیل شد از یک موجودیت که مثلا در انزواست به یک سیستمی که بر اساس اون سیستمش
که من فکر میکنم همون اون سیستمش هم بر اساس چیزهای ریاضی بنا شده، که ما هنوز که هنوز داریم در بهش دست نیافتیم، داره این دنیا رو به اصطلاح این یونیورس رو، این کیهان رو میچرخونه و ران میکنه. و این خدایی رو که ما شناختیم، شروع کردیم به شناختن، خب تنس به قول معروف تو پیامبران، از طریق پیامبرانمون شناختیم. هر پیامبری اومد صفتی رو به ایشون داد و شناختی رو از ایشون که گرفته بود به ما داد. و خداوند الحمدلله، اگر کسی به نظر من قرآن رو عمیق بخونه، در قرآن ببخشید اگه میشه سوالتون رو خلاصه تر. نه، من سوالم اینه که من میخوام ببینم که من نظر ایشون رو میخوام. من احساس کردم که ایشون تو صحبتاش که میکرد یه جوری به این چیزها اشاره میکرد، حالا این برداشت منه، ولی در این حال احساس کردم خودشونم خودشون رو سانسور کردن. یعنی در انزوا صحبتاتون رو کردین ولی به هم پیوندشون ندادین. من احساسم این بودش که تیکه تیکه که جوابا رو میدادین اشاره میکردین، ولی توی صحبتتون این رو نگفتین که استعاره ما، اجازه بدین صحبتم تموم شه، الان تموم شه، که با شناخت با خدا عوض میشه. Am I right or not؟ بفرمایید. نه، من حقیقتش نکته زیادی ندارم بگم. من نکاتی که شما فرمودین رو میپذیرم و حالا اگر در واقع بین پیوندی در واقع اون نخ تسبیحی بین سخنان من نبوده، بله اشتباه و اشکال به اصطلاح از من بوده. اگر شما این نکات رو متوجه شدید، به هم دیگه خودتون زحمت بکشید پیوندی بدید. من گمان میکنم صحبت من چندان منافاتی با سخن شما نداره. تجربیاتی که شما داشتید، استعاره‌های گوناگون درباره خداوند بوده، در طول زمان از دست دادید، عذر میخوام دادید و استعاره‌های دیگه برگرفتید، اینا همش تجربیات شماست. در قرآن هم بره، در متون مقدس هم استعاره‌های گوناگون درباره خداوند آمده. تجربیات گوناگونی است، نه فقط در یک لحظه، در لحظات گوناگونی است، در پیامبران گوناگون آمده. یک وقت خداوند عرض کردم مثابه محبوبی است، یک وقت خداوند مثابه سلطانی است، بر یک عرش نشسته، یک خداوند به مثابه کاتبی است. این کاتب بودن در قرآن هم بسیار زیاده، کتب فی قلوب هم الایمان، که خداوند می نویسه، که تعبیر قلم که در خداوند در قرآن آمده، باز دوباره خداوند رو مثابه قلم دونستن، به مثابه کاتب دونستن، به مثابه نویسنده، به مثابه یک امر خلاق، یک انسان. این خدای انسانگونه خدای معروفی است که در قرآن بالاخره اون رو ما می‌بینیم. اما شما امکان داره از همه عبور کنید، امکان داره استعاره دیگه‌ای برگزید. این انتخاب با شماست. بعد ببینید کدوم استعاره ها با احوال شما جور در میاد. و احیانا این که ببینید جور در میاد، یک بحثه. یه وقتم نکته است که من عرض کردم، نکته اساسی من بود، یعنی همون 5 دقیقه سخن اول من با شما اگر شنیده باشید، همون اصل مطلب من، شما از طریق استعاره هایی که خداوند رو میخوانید، خداوند رو میشناسید، اونها خبر میگیرید از درون خودتون. من البته امکان داره خودم رو سانسور کرده باشم، نفیم نمی کنم، چه کسی است که خودش رو سانسور نکنه البته، و تا یه حدی هم سانسور کردن نیازه، ولی این در این یه تیکه خودم رو سانسور نکردم، دسته کم که بله، شما از طریق استعاره هایی که نرو به خداوند میشه، میتونید به درون خودتون راهی و نقد بزنید و خودتون رو بشناسید. خیلی ممنون. ما یک سال دیگه هم داشتیم. خانم مهری، نمیدونم الان میتونین سوالتون مطرح کنین؟ خیلی ممنون آقای دکتر، بسیار اختیار دارید، زنده باشید، سلامت باشید. خوب آموزنده بود، منتها چون ما باید بریم برای صحبت آقای دکتر سروش. بله رو مونده، من سوالم رو میذارم، انشالله فرصت‌های آتی باز شما. زنده باشید. و خیلی خوشحالم که به شخصه به نوبه خودم که این فرصت برای ما پیش اومد. زنده باشید، سلامت باشید. باز هم خیلی ممنونم از دعوت شما، من هم استفاده کردم، ممنونم از اینکه وقت گذاشتید، واقعا گوش کردید، سپاسگزار شما و همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدافظی می‌کنم از همه دوستان. اگر امر دیگه‌ای نیست، خدافظی می‌کنم. خیلی ممنون از شما، ان شاءالله که در خدمتتون باشیم در آینده نزدیک و در از شما استفاده بکنیم. شب خوبی باشید. وقت دادم.
وقت شما بخیر باشه. خداحافظی میکنم از همه دید. خیلی ممنون. متشکرم. خداحافظ. خداحافظ.